باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در بازدید از مناطق دچار خشکسالی در کالیفرنیا از اختصاص صدها میلیون دلار کمک‌های دولتی به آن مناطق خبر داد. در سال جاری برخی از مناطق این ایالت یکی از خشک‌ترین سال‌های تاریخ این ایالت را پشت سر گذاشتند. آقای اوباما در بازدید از لوس بانوس 100 میلیون دلار برای کمک به صنایع دامپروری، 60 میلیون دلار برای کمک به بانک غذایی و 13 میلیون دلار برای حفظ منابع طبیعی و کمک به جوامع روستایی کم آب تخصیص داد. تا وقتی که ما در زمینه کاهش دی اکسید کربن بیشتر کار نکنیم، این وضعیت بدتر می شود. حقیقت این است که حتی اگر به شدت و در مسیر درست کار کنیم، آلودگی کربن تا دهه‌ها ادامه خواهد داشت و زمین گرمتر و گرمتر خواهد شد. برای همین باید دست از تماشای فاجعه و انتظار برداریم و آماده واکنش مناسب و تأمین زیرساخت‌های نو و تدوین استانداردهای جدید باشیم. همگی از کشاورزان گرفته تا صاحبان صنایع و مناطق مسکونی و تمام ساکنان غرب آمریکا از شمال تا جنوب کالیفرنیا و هر جایی در این میان باید به بازاندیشی درباره راه‌های تأمین آب در آینده بپردازند. با این همه کشاورزان سنترال ولی کالیفرنیا کمک اختصاص داده شده را برای حل مشکلات زیربنایی ایالت و مقابله با کم آبی ناکافی می دانند. دره مرکزی کالیفرنیا تقریبا یک سوم از محصول میوه و سبزی کشور را تأمین می کند و ناحیه فرنزو سرآمد کشاورزی در ایالات متحده است. مقام های این ناحیه پیش بینی می کنند امسال تقریبا یک چهارم زمین های فرنزو به دلیل کم آبی غیر قابل کشت خواهد بود. وخامت اوزا دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان را بر آن داشت تا در روند تصویب این کمک‌ها با یکدیگر از نزدیک همکاری و در این حال رقابت کنند. جمهوری‌خواهان پیشنهاد کردند تا آب به آزادی و با زیر پا گذاشتن محدودیت‌های زیست محیطی در کناره رودخانه سنجوکین در دسترس کشاورزان قرار گیرد. اما دموکرات‌ها خواستار تصویب 300 میلیون دلار کمک به مناطق دچار خشکسالی بدون تغییر در سیاست‌ها و قوانین حفظ محیط زیست شدند. لایحه در صورت تصویب با انعطاف بیشتری اجازه انتقال آب از ساکرامنتو و دلتای سنجوکین در شمال کالیفرنیا را به مزارع جنوب ایالت می‌دهد و همچنین خواستار سرعت بخشیدن به بازنگری پروژه تأمین آب می‌شود. گزارش صدای آمریکا، واشنگتن.